سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 18 می همراه شما. نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در مناطق سرحدی تاجیکستان با افغانستان شیوه های مبارزه مشترک با زیر گروه تروریستی و تندرو را تمرین کردند. در وزارت مدافع روز 18 می بر رادیو آزادی گفتند مرحله 3 روزه و اولی رزمایش ها در ناحیه های شهر توس تا به ناحیه درواز صورت گرفت و مرحله دوم روز 19 می شروع می شود. 2000 سرباز از تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و بلاروس و ارمنستان در رزمایش ها شرکت می کنند. تمرین های نظامی در منطقه های سرحدی تاجیکستان در حال است که طالبان و گروه های دیگر تندرو و تروریستی در افغانستان و در نزدیکی مرز با تاجیکستان فعال شدند. صاحبکاران تاجیکستان و آلمان در یک همایش در شهر دوشنبه همکاری های دو جانبه و جلب سرمایه از آلمان را بررسی کردند. در نخستین همایش صاحبکاران دو کشور که روز 18 می در دوشنبه برگزار شد، 25 صاحبکار از آلمان و 100 صاحبکار تاجیک شرکت داشتند. گفته شد که سرمایه گذاران و صاحبکاران آلمان بیشتر بر سه انرژتیکا و ساختمان راه در تاجیکستان توجه دارند و کوشش میکنند تجهیزات پیشرفته و نقلیات به تاجیکستان بفروشند. زیاده از 150 میلیون دلار علاقه سرمایه گذاری از جانب خود آلمان و جمهوری تاجیکستان کرده شده است و فدراسیون آلمان بیشتر نیاز با یعنی هوسمندی با لایه‌های انرژتیکی جمهوری تاجیکستان دارد با کارکرد نسبت به کشاورزی برای ما از جانب خودش پیشنهاد کرده شده برای نگهداری میوه‌های خوش میوه‌های تر و تازه جمهوری تاجیکستان برای بستبان نمودن وارد نمودن بستبان نمودن و وارد نمودن تکنولوژی نو نیز پیشنهاد از جانب هم صاحبکاران و اینکه هم نمایندگان وزارت دارایی مملکت پیشنهاد کرده باشند. در تاجیکستان 11 شرکت مشترک آلمان و تاجیکستان فعالیت میکنند و مبادلات مال میان دو کشور بیشتر از 160 میلیون دلار را تشکیل داده است. آلمان از سوی دیگر از طریق برنامه های اتحادیه اروپا در تاجیکستان در اصلاحات اقتصادی به کشور کمک میکند. سیلاب‌خیزی در ناحیه های گوناگون تاجیکستان ده ها خانه را خراب کرد و دو نفر را در ناحیه رودکی کشت. به گفته کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، دو خواهر شام 17 فوریه در نزدیکی روستای نفت‌آباد زیر باران سیل مانده و هلاک شدند. باران‌ها در استراوشان و ناحیه اش نیز خانه و راه‌ها را ویران کرد. از این پیشتر در نتیجه باران‌های سیل آبخیزی در ولایت ختلان از 11 تا 13 می 11 روستای ولایت آسیب دید. در پایتخت شهر دوشنبه آزمون تئاتری جوانان با نام نگاه نو ادامه دارد. هنرپیشگان جوان حالا در تئاتری به نام مایاکوفسکی صحنه های خود را تمرین میکنند و تا روز 20 می این صحنه ها را به بینندگان نمایش میدهند. در آزمون که روز 16 می آغاز یافت، 6 گروه تئاتری شرکت دارند. برگزار کنندگانش میگویند این جشنواره برای پیدا کردن استعدادها و برای پیشرفت تئاتر تاجیک مساعدت میکند. در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش مصوره و مینیاتورهای نقاش شناخته علیم کمالوف زیر عنوان پیروان بهزاد برگزار شد. علیم کمالوف در اینجا 40 مصوره و مینیاتور را به نمایش گذاشته است. علیم کمالوف یکی از نقاشان و مینیاتورنگاران چیره‌دست تاجیکستان است که مصوره‌هایش در خارج از کشور نیز بهای بلند گرفته برایش جایزه آوردند و از جمله با مینیاتور و نقاشی‌هایش در یکی از جشنواره‌های بین‌المللی در الجزایر شد. من بیش از 20 سال اینجانب آثار کمالدین بهزاد را نسخه برداری می کنم. این نقاش بزرگ دوران باستانی در سراسر عالم قدردانی می شود. من سعی دارم از مکتب قدیمی او که در شهر هرات بود هرچی بیشتر بیاموزم. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.